سونی های تندرو در افغانستان در حمله تروریستی خود احتمالا از مواد شیمیایی استفاده کردند. منابع خبری افغانستان اعلام کردند که به احتمال زیاد سنی های تندروی طالبان در حمله انتحاری به حوزه ششم امنیتی در غرب شهر کابل از مواد شیمیایی استفاده کردند. شماره از زخمی های نیروهای پلیس که همکنون در بیمارستان بستری هستند گفتند که مهاجمان انتحاری ابتدا موادی را در محوته و برخی اتاقهای حوزه ششم امنیتی پرتاب کردند که بوی ناخوشایند و غیرقابل تحمل داشت صدیق صدیقی سخنگوی وزارت کشور افغانستان نیز اعلام کرد که از نظامیان خارجی در کابل خواستند درباره احتمال استفاده عناصر طالبان از مواد شیمیایی در این حمله تروریستی تحقیقات همه جانبه انجام دهند صدیقی افزود نظامیان خارجی ابزار و وسایل پیشرفته در اختیار دارند و نیاز است تا درباره تمام ابعاد این حمله تحقیق کنند ساعت 12 و دقیقه ظهر روز چهارشنبه هفته گذشته شش مهاجم انتحاری با انفجار خودروی بم گذاری شده به حوزه ششم امنیتی در غرب شهر کابل حمله کردند و درگیری بین مهاجمان و نیروهای پلیس بیش از شش ساعت به طول انجامید منابع خبری افغانستان از تلفات این رویداد ارقام متفاوتی ارائه کردند برخی از رسانه ها شماره تلفات را 21 کشته و 104 زخمی اعلام کردند اما برخی دیگر گفتند که این حمله جان دهها نفر را گرفته است مقامات دولتی افغانستان تا کنون آماری دقیق از این حمله که سنیهای های تندروی طالبان مسئولیت آن را بر عهده گرفتند منتشر نکردند به گفته کارشناسان مسائل افغانستان در صورت اثبات استفاده سنی های را از مواد شیمیایی نبردها در این کشور وارد مرحله متفاوت خواهد شد